در دومین روز از فراخوان برای اعتصاب سراسری روز سه‌شنبه 15 آذر ده‌ها شهر ایران در تعطیلی به سر می‌بره. تصاویری که نشون میده در چهارگوشه ایران از مذهبی و سنتی ترین شهرها گرفته تا حتی در روستاها اقشار مختلف جامعه رفته رفته یک صداتر و منسجمتر از پیش میشن. اتحادی که روز به روز شاهد تقویتش هستیم. فراموش نکنیم امروز سه‌شنبه 15 آذر 81 روز اعتراض در حالی با اعتصابات گسترده کسبه و صنایع دیگر گره خورده که در تمام این مدت طبق اسناد افشا شده خود حکومت نزدیک به 30,000 نفر بازداشت شدند، بیش از 470 تن کشته شدند، دانشجویان اساتید بسیاری بازداشت، ممنوع ورود و یا تعلیق شدند، چند صد دانش آموز در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی روبوده شدند و صدها تن از معترضان با گلوله های ساچمه‌ای که در تنشون باقی موند به خانه رفتند. امروز در چنین شرایطی هست که شاهد اعتصاب سراسری هستیم که دومین روزش رو سپری میکنه. بخشی از فضای شهرهای مختلف ایران رو با هم ببینیم. اینجا چهارباغ پایین اصفهان، همه جا اعتصاب کردن، هیچ مغازه ای باز نیست، فقط رژه یگان ویژه رو اینجا داشتن. 15 آذر بازار شهر کرد. پاساژ طلا عراقی. پونزدهم آذر لاهیجان همچنان در اعتصاب کامل. فقط گزیده‌ای بود از شهرهایی که در اعتصاب به سر می‌برند، اما جمهوری اسلامی که همواره در تقابل با هر گونه اعتراضی سیاست سرکوب و اعمال خشونت رو در دستور کار قرار میده، در مواجهه با مغازه‌های بسته شده و کسبه نیز باز با همان نیروهای امنیتی و تهدید می‌خواد که به این اعتصاب کسبه و بازاریان پایان بده. در برخی مناطق نیز نیرو ارسال کرده تا به زور افراد را مجبور به بازگشایی مغازه‌ها کند. البته این رو در نظر نمی‌گیره. وقتی صحبت از فراخوان سراسری هستش، یک سوی ماجرا کسبه و بازاریان هستن و سوی دیگر مردمی هستن که اونها نیز همزمان در این سه روز خرید نخواهند کرد. در تصاویر دیدیم فضای شهرها و بازارها، همونطور که در تصاویرم در گزارش هم مشخص بود، شهروندی در بازار حضور نداره که بخواد خرید انجام بده. گیتا،